سرخط خبرها برگزاری کارگاه هنری برای ساخت ادوات و اجرای شکنجه در تهران از شکنجه شدگان عکس یادگاری گرفته می شود گزارش خانه آزادی رژیم خامنه ای پیشتاز مبارزه با آزادی بیان و گردش اطلاعات قارت آثار تاریخی توسط سپاه و فرار رحیم مشایی از اوین درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروح اخبار برگزاری کارگاه هنری برای ساخت ادوات و اجرای شکنجه در تهران از شکنجه شدگان عکس یادگاری گرفته می شود. یک مؤسسه هنری در تهران اقدام به برگزاری کارگاه پژوهشی اجرای ساخت ادوات شکنجه کرده و به علاقه مندان آموزش می دهد تا ادوات شکنجه را بسازند و سپس در یک پرفورمنس شرکت کنندگان را شکنجه دهند. مؤسسه فرهنگی هنری خانه هنر کاج در تهران اقدام به برگزاری کارگاه پژوهشی اجرایی شکنجه کرده که در طول سه دوره کارگاه تئوری، عملی و ای کارآموزان را برای شکنجه تماشاگران آموزش می دهد. آنگونه که درباره محتوای این سه دوره توضیح داده شده کتاب ادوات شکنجه نوشته ی مایکل کریگان زیر نظر پیام فروتن طراح صحنه ترجمه می شود و در دوره دوم کارموزان وسیله شکنجه خود را با استفاده از فنون نجاری آهنگری می سازد. این کارگاه در دوره سوم اقدام به برگزاری یک پرفورمنس می کند و در جریان آن تماشاگران با در اختیار داشتن اطلاعات لازم توسط پرفورمنس آسانه تحمل درد شکنجه می شود و در حین شکنجه از آنان عکس تهیه می شود و به صورت کارت پستال چاپ می شود و به تماشاگر یا همان فردی که شکنجه شده تحویل داده می شود. گفتنی است این پست این استگرام پس از واکنش ها و اعتراض هایی که در پی داشت از صفحه مورد نظر پاک شده است این روال تحت عنوان کارگاه پژوهشی اجرایی توسط پیام فروتن و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و آموزش داده می شود برگزاری این کارگاه که به نوعی آموزش شکنجه به شمار می رود با انتقاد بسیاری از علاقهمندان به تئاتر و بخشی از جامعه قرار گرفته که خبر برگزاری این کارگاه را در اینستاگرام دیدند. کاربران اینستاگرام در نظرات خود زیر پست تبلیغ این کارگاهان را به عنوان ترویج دهنده خشونت و عادیسازی امر شکنجه ورزه یان به عنوان یک فرایند هنری به شدت مورد انتقاد قرار دادند یک منتقد برگزاری این کارگاه نوشته چرا ادوات شکنجه قدیمی یک سر به روید اوین جدیدهایش را همانجا میبینید از درد هم عکاسی میکنید برخی دیگر از کاربران نیز نوشتند که کافیست یک ماه در ایران زندگی کنید نیازی به هیچ ابزار و فنونی هم ندارد روزانه حداقل هزار مورد شکنجه در خیابان میبینید و این دیگر کلاس آموزشی و ابزار نمیخواهد یک کاربر دیگر برگزاری این کارگاه را توجیه کرده و تنها مختص کسانی دانسته که طراح صحنه هستند و زمانی که قرار است فیلم تاریخی بسازند به عنوان طراح صحنه نیاز به ساخت این ابزار دارند یک شهروند دیگر به ابعاد دیگر و پیامدهای این کارگاه اشاره کرده و می نویسد اگر در کارگاه عریض و طویل یک نفر با نیت شوم شرکت کند و در آینده مایه آزار و اذیت بقیه افراد شود شما که در این تبلیغ نقش داشتی باید پاسخگو باشی باورم نمیشد کسی اینقدر دم از ظلم و ستم میزد همچین تبلیغی پذیرفته فرد دیگری نیز برگزاری این کارگاه را در راستای آشنایی با تاریخ شکنجه در دنیا دانسته و نوشته اساسا اگر کسی از دوستان لاقل یک چهار تا کلاس دانشگاهی تو اروپا گذرانده بود کاملا با سبک و سیاق این کارگاه ها آشنایی داشت این کارگاه پژوهشی اجرایی شکنجه در حالی قرار است در تهران برای علاق مندان برپا شود که در طول 42 سال استقرار حکومت جمهوری اسلامی سالهای گذشته ایران مملو و از شکنجه‌های فیزیکی و روانی همراه با جنایات قانونی مانند سنگسار و قصاص و اعدام انسانها بوده است. علاوه بر این شدگان و متهمان و مجرمان در حالی به زندانهای طولانی، سلولهای انفرادی و شلاق یکی از مصادیق بارز شکنجه محکوم می شوند که معلوم نیست متحمل چه شکنجه های دیگری می شوند. نگاهی سطحی به اخبار روزانه در ایران خود یک کارگاه عظیم آشنایی با ابعاد هولناک شکنجه است که زندانیان از درون زندان ها به افکار عمومی گزارش می که جوانانی چنین نوید افکاری کشتیگیر و معترض اعدام شده اعتراضات ایران و همچنین شاهین ناصری شاهد شکنجه او از جمله قربانیان این روند غیر انسانی در ایران هستند. عدم مراقبت های پزشکی از زندانیان یکی دیگر از شکنجه های رایج در جمهوری اسلامی است. شهریور ماه پارسال افو بینالملل در گزارش خود از وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 بر رواج شکنجه جسمی و روحی در ایران تاکید کرد که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است این شکنجه ها بدین شهر بود مشت و لگد و چوب زدن با چشمان بسته کاربرد شلاق یا لوله پلاستیکی یا باتون گرسنه و تشنه نگاه داشتن زندانی انزوای طولانی ناخون کشیدن شکه، الکتریتی بر آلت جنسی خفگی با آب پاشیدن گاز فلفل در شرایطی که مردم در اماکن عمومی و خیابانها نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و شاهد انواع شکنجه توسط معموران و ناهیان از منکر جمهوری اسلامی هستند چنین کارگاه هنری چه کمکی به جامعه می تواند بکند که به شدت زخ خورده و آسیب دیده و شکنجه شده است گزارش خانه آزادی رژیم خامنه ای پیشتاز مبارزه با آزادی بیان و گردش اطلاعات خانه آزادی در آخرین گزارش خود ایران و چین را به عنوان بدترین کشورهای جهان در زمینه آزادی اینترنت معرفی کرد کشورها در این لیست بر اساس معیارهای مختلف آزادی اینترنت از جمله موانع دسترسی اعمال محدودیت بر محتوا و نقض حقوق کاربران در فهرستی صد امتیازی قرار گرفتند که بهترین کشورها به عدد صد و بدترین آنها به صفر نزدیکتر هستند بر این اساس رژیم جمهوری اسلامی با 16 امتیاز پس از چین در قعر این لیست قرار دارد همچنین در این لیست روسیه با سی امتیاز از کشورهای قرنشین آزادی اینترنت در جهان محسوب می شود. در بخشی از گزارش های خانه آزادی از اعدام روح الله زم عضو کنگره ملی ایرانیان و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز عنوان نمونه از احکام وحشیانه حکومت علیه مخالفان اینترنتی یاد شده است بر اساس گزارش خانه آزادی آزادی جهانی اینترنت برای یازدهمین سال متوالی روندی کاهشی داشته است یک کارشناس میراث فرهنگی خبر داد قارت آثار تاریخی مدفون در دل جنگل های توسط سپاه یک کارشناس فرهنگی از قارت گسترده آثار تاریخی موجود در منطقه عرسباران توسط تروریست های سپاه خبر داد مجتبا فلاحتی مرده است در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آواتوده اظهار داشت طی شش ماه اخیر بخشی از جنگل های در منطقه کلیبر حسار کشی شده و نیروهای منابع طبیعی مانع رفت آمد عکاسی یا فیلمبرداری مردم در آن منطقه می شود و یفزود خودروهای سپاه که دائم در حال رفت آمد در این منطقه بوده در حال کاوش و تخلیه آثار تاریخی مدفون در دل محوطه تاریخی جنگل های است این کارشناس میراث فرهنگی افزود در چند ماهی گذشته بارها این عوامل دست به آتش زدن جنگل ها زدن تا راه خود را به مناطق سعب العبور بگشایند همچنین هر روزه تجهیزات زیادی به مناطق جنگلی هم می شود از جمله رساندن برق و نصب دوربین های مداربسته در محل فلاحتی ادامه داد قطع درختان با ارزش منطقه و قاچاق چوب آن به کشور آذربایجان نیز از دیگر فعالیت های این افراد که تحت حمایت سپاه هستند است جنگل های در حوزه فرهنگی قردا قرار دارد و در دل خود آثار طبیعی و تاریخی فراوانی را جای داده است. به غیر از آسیب های جبران ناپذیری که به صورت برنامه ریزی شده توسط سپاه به میراس گرانبه های کشور وارد می شود قطع درختان و ایجاد آتش سوزی در این جنگل ها باعث لطمه جبران ناپذیری به محیط زیست منطقه خواهد شد و در آینده نزدیک مشکلات بسیاری برای مردم محلی که زندگی آنها وابسته به منابع طبیعی است ایجاد خواهد کرد. جزئیات بازگشت زندانیان سرشناس به زندان حسین فریدون برگشت اسفندیار رحیم مشایی برنگشت زبی الله خداییان سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی جزئیاتی درباره وضعیت بازگشت بعضی از زندانیان سرشناس ارائه کرده است او گفته حسین فریدون برادر حسن روحانی شبنم نعمتزاده فرزند وزیر سابق صنعت و معدن و مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که به مرخصی رفته بودند بازگشته و الان در زندان هستند حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری سابق به اتهام عقص رشوه به پنج سال حبس قطعی محکوم شده است. شبنم نعمتزاده هم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال زندان محکوم شده است سخنگوی قوه قضایی همچنین گفته حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش در مرخصی استعلاجی است و طبق گزارشات واصله در خارج از زندان تحت معالجه است او درباره اسفندیار رحیم رئیس دفتر محمود احمد نجاد گفته او هم در مرخصی است ولی به زندان برنگشته است سخنگوی قوه قضایی گفته اگر کفیل ایشان در موعد مقرر نسبت به معرفی وی اقدام نکند از طریق زابطین نسبت به جلب فرد اقدام می شود.